بعد ما یک تلاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهر پنجکن منظورتون است. در سوزی با شما میسه کمولایوه و کارگردان اسمال جون خلاف می باشه. امروز همه هفته می مایی سال 2021 روزی رزی می باشد. از فرصت مناسب استفاده برده همه کارمندانی رادیوی تاجیکستان از جمله رادیوی صدای پنجکن را تبریک و مبارک باد می نماییم و برایشان سخنی گروه و خلامی تیز را آرزو می نماییم. Бинобар боридани борони пуршидат дар деҳаи Ғизани поёни ҷамоати деҳоти Мохиён лағжиши кӯҳпора ва фаромадани ярч ба қайд гирифта, аз ин ҳисоб қисми биноҳои истиқомати зери хатар қарор гирифта. Ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва сохторҳои дигар фаврӣ ба ҷои ҳодиса омада тадбирҳои заруриро бобати рафъи оқибатҳои ин офати табиӣ اندیشتر. گزارش نخستینی برنامه ایتلویتی پرخون در همین باره آماده شده است. ана ҳамитавр шаби 5 майи соли 2021 баъди боридани борон лағжиши кӯҳпора ва хоку шағад дар деҳаи Ғизани поёни ҷамоати деҳоти Мохиён ба мушоҳида расид ва табиист ки ин ҳодиса оромии ин минтақаро халалдору рӯзгори қисми сокинонро ба душворӣ муҷовир сохт. вобаста ба вазифагузориҳои раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба ҷои ҳодиса сари вақт کارمندان استادی حالتهای فوق‌العاده و دیگر ساختارهای ضروری حاضر شده با مردم صحبت نمودند. تدبیری و هر چیز دوتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی را راه اندازی کردند. رئیس شهر خالی‌زاده عبدالخالق هنگام صحبت با مردم تاکید ساخت که وضعیت زیر نظارت است. به تهلکه افتادن لازم نیست زیرا در چنین حالتها رهبریت عالی کشور مقامات اجرای حکم دولتی ولایت سوخت و شهری پنجکن با مردم بودند و امروز هم هستند. با مقصد بهتر شناخت شدن با وضع به عمل آمده با سردار شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سوخت در شهری پنجکن پادپالکونیک امانزاده پرویز مصاحب شدیم. سنه پنجم می سال جاری در حدود جمعیت دیهات مولیان دهه غزنی پایان موضعی چکورت تحتیل لغزی کوه و فرامدنی سنگ و عمل بود. حدیثی مذکور ساعتی 21 شب شدت گرفته تا حال دوام دارد. در راستی دستور سپارش های رئیس کمیسی حالات های فوق‌العاده شهر شهر پنجکن از اولین سر زدن وضعیتی به عمل آمده کمیسیا تحت رهبری خود رئیس کمیسیا به جای حادثه حاضر شده کاربری نموده استونه خواجگی 112 نفر رو به منطقه‌های بی‌خوف کوچونیدن یاری اولیه داده شد. در این سمت کارها ادامه دارد. این زمان گروه کاری در جمع دیهات مغیون قرار داشته طبق صلاحیت فعالیت نموده. با اقدام مسئولان برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی بعضی اویلهای در منطقه خوف قرار داشته کوچانده شده قسمی دیگر به منزل خویشاوندان کوچ بستند. خودی همین روز از طرف کمیشنر حزب خلق دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکن به مردم ضرر دیده بعضی چیزهای ضروری از جمله مواد خوراکی دسترس کرده شد. مهمتر از همه مردم با خوشنودی و سپاسگزاری از کمک دستگیری مقامات اجرایی حکم دولتی شهر سخن راندند. بار دیگر احساس نمودند که آنها تنها نیستند و عاقبت های این آفت طبیعی هر چه زودتر برطرف خواهد شد. با جریان کمک به مردم دهی خزینه پایان و متشکلی مسئولان در همه سطح نگریسته بار دیگر احساس نمودیم که واقعا هم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یزدانقل مبانوف اسماعیل خالوف از دهی خزینه پایان جماعت دیهاتی مغیان. کارمندان
مردمی شعبه کاربازمان با اویلهی مقامات اجرایی حاکمت دولتی شهر پنجکنت در دهی سیمی ماهی شریف رمضان اقدامی شایسته نمودند. جهت عیادت شخصان تنها اویلههای نیازمند و نفران امکانیتشان محدود با سپریدن یک مقدار مواد خوراکی توجه نمایید به گزارش خبرنگارانی با یزدان قلمغلوف و اسماعیل جان خلف. در شعبه کاربازمان و اویلهی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با جانبداری از سیاسی اجتماعی حکومت کشور دستور سپارش های مقامات اجرای حکم دولتی ولایت سغد و وظیفه گذاری های رئیس شهر پنجکنت خالدزاده عبدالخالق از چند آیلی به کمک نیازمند دیده نموده با اونا یک مقدار مواد خوراکی تحفه نمودند. مدیر شعبه همزیره زمانوه و حیات همراهانش سروت به منزل نخستین میخانیزاتور دختر شهر پنجکنت عایشه بابایار وامده از حال احوالش خبر گرفتند یک مقدار مواد خوراکی تحفه نمودند. همزیره زمانوه هنگامی صحبت اصرار داشت که رهبریت مقامات اجرایی حکم دولتی شهر هیچ وقت زحمت چنین بانوان را فراموش نخواهد کرد. در جواب عایشه بابایار و اصرار سپاس نموده گفت که حالا به کشت شوری آمادگی دارد و کوشش می نماید که امسال هم حاصل فراوان رویاند. در کوچه بقالی گذرگاه یک حوله رقم دو لطافت صادقوی 91 ساله که بیماری بستری است عیادت کرده شد. اهل آیله برای چنین غمخوری اصرار سپاس نمودند. رحمان مرا از شعبه زنان حکومت آمده این مادرم 91 ساله عیادت شما بر رحمت برای آمدگیاتان من از رئیس نماز سوران خدا قبول کنم بعد از گوشت بسیار بسیار از شما منتدار همه وقت خوشبخت باشتان رئیسی نیک بینتان رئیسی محلی خدا من بر رحمت هم رسالت نقیب و ساکنی کوچه مرادالله شیرعلیزاده شهر نیز از عیادت نمانده های شعبه کاربازانان و اویلهی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوشنود گشته دست به دعا برداشت. الله آمین. خدای خداوند تو همین دمای پریشان کنند. پریشانی ها خدا نگاه دارد. همه خدا به پناه اسمتش نگاه دارد. من اینجا حکومت آمدیم به عیادت من به همه شما هم صحت سلامتی عمری دراز خانهاتان و خوشبختی خواهانم. به رئیس شهرمون من رئیس محله همون رئیس ولایت من به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون و این کس منادار خدا میرسونم به شما در این ماه شریف رمضان میخواهم که همه وقت سربلند باشتون و به من یکی دادگیتون خدا هزار دهد ما هم بر این بیماروی عیادت میکنیتون خدا در پناه اسمتش نگاه دارد از خواری زاری نبینیتون. اون روز ملکه نویابوه استقامت کنده دیگر شهر که راه گشته نمیتواند عیادت کرده شد. مادر این جوانزن برای توجه چنین عرض سپاس کرد. برای این شهر به هم ماهاتون مینداری می نمایم که هم ماهاتون همین عیادتی همین دختر چی من با اومدیتون خدا تون با براری کار هم ماهاتون با سلامتی می خواهم. در حوالی ملایف دوتخو و ترسون غفورو که با عمد تقدیر هر دو بیمار بستریان با دختری خوندان امیده ملایف که زمینی نزدی حوالیگر رو خیلی اخلانه مورد بهره برداری قرار داده است هم صحبت شدیم. من ملایف امیده ساکین شهری پنجکنت کوچه سعدی شیرازی سه من در درمان شریف رمضان من مینداری خود را اولا به حکومت شهر پنجکنت به رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده بیان می نمایم که به پدر و مادر من که چندین سال ها بستری می باشند با مواد خوراکی آمده آنها را عیادت کردن. این چونین شعبه کاربازنان هم آمدن. من منداری خود را بیان میکنم از نام اهل آیله. نظر به اطلاعی که از بدری شعبه کاربازنان و آیله مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر همزیره زمان و گرفتیم چونین اقدامهای نیک من به نیز ادامه خواهد یافت. وابسته به دستور سپارش های اساس گذار صلح و وحدت ملل پیشوای ملل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اینچنین دستور و سپارش های رئیس ولایت سغد و رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده رئیس شعبه کاربازنان به حوله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکنت تصمیم گرفتیم و قطار اویله های نیازمند بیماران اینچنین
کودکانی خانه دشمن محدود رو ایودار نمیان در مهر شریف رمضان این روز دیگه است که ما 13 از 15 اویلهای نیازمند رو ایودار کردیم. کاری خیر و عملی صحاب کاربندان شعبه کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکومت دولتی شهر را در دهه سیم ماه شریف رمضان جهتی دستگیری آیله های نیازمند دیده بار دیگر درک نمودیم که تاکید بزرگان در چنین موردها واقعا هم درست است. یعنی که به چه میروی دلی را دریاب. برنامه را ادامه می دهیم. در مؤسسه های تسلطی میانه عمومی شهرمان رویس خلاقه را با چوربین های ادبی بدیعی و جمعومت های تنتنوی پیشوست می گیرند. گزارش نوبتی خبرنگاران ما از مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقمی 3 شهری پنجکن در این موضوع آماده شده است. بخشیده به 76 سالگرد روزی غلبه بر آلمانی فاشیستی در مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقمی 3 به نام نبی کریموف آموزگاران جوانی فن تاریخ صبورو و سیهونا، زاریکو و میسرا و بابای و فریدا چوربینی تحت عنوان هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد برپا نمودند. در آن سابقه داران مهنت نظاموف نصرالدین، نمایندگان از کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن، شعبه معارف و کمیسریت حربی اشتراک داشتند. چوربینی با اجرای سرودی ملی آغاز شد. دیرکتور مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقم 3 حمیده حبیبوه پس از پذیرایی مهمانان به سخن برآمد. امروز در سراسر جمهوری استقلالمان 76 سالگی غلبه بر گرمانی فاشیستی را جشن گرفته ایستادند. هزارها مردان شجاع و زنان قوی اراده تاجیک نیز جان ایساری کردند. الها روحشان شاد باشد. بحری پاس خاطر آنان دقیقه خاموش نیستیم. مدیر شعبه کار با جوانان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن جلالوف قابلجان با سخن برآمده اظهار داشت که جنگ مدهش و خانمانسوز دویم جهان هیچگاه از خاطرها سترده نخواهد شد. یاد گذشتگان دلاور قهرمانان جنگ جاویدانی است. چوربینی را خوانندگان سیمفای پنج مؤسسه با پیشکش نمودن صحنه ها از روزگار گذشته، قرائت شعرها، اجرای رقص و سرود، گفتارها درباره قهرمان های اتحاد شوروی از شهر پنجکن چوربینی را به یک تنتنه اید غلبه تبدیل دادند. در جریان چوربینی مهمانان با هنر دستی ساخت خوانندگان آلبوم های خاطروی مؤسسه که در آثارخانه شرف جنگ و مهنت به نام رحمان قل رضایف مؤسسه محفوظ است شنو شدند. همچنین در چوربینی نواری از محاربه های جنگ نمایش داده شد. در چوربینی قصه واقعی از ترجمه حال محمدی متحرف نقل کردید که خیلی تاثیر بخش بود. اندیشه های خود را نسبت این قصه و گذراندن این چوربینی بشکه سابقه دار مهنت دستبربر فخری مؤسسه تسلط میانه عمومی رقم 3 نظاموف نصرالدین ابراز داشت. این قصه ای که حاضر خواندن این قصه ای واقعی است. این رو هیچ کس فکر کردن نبرآورد. این قصه در باره مادر من، در باره بابای من محمدی در سن 20 سالگی رفت و جنگ و بینام نشان شد. لیکن یک خوشبختی هم بود بعد از مرگ مادر خوشدم ما توانستیم که خبری اون از رو پیدا کنیم. امید و آرزوی مادرم همین بود که سری خبر برادرش آمدن، لیکن این زمین رست نتونستن. ما حرکت کردیم که آخران هرمان آخران هرمانی با پسینی مادرم رو توجه بیاریم و یک کمی هم باشد روی هم مادرم هم توایم رو برداریم و برون کنیم. صحنه غلبه تانیا، قرائت شعرها در وصف دلاوری های جنگاوران و وطن، بیان ترجمه حال شهیدان جسور و اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی از شهر پنجکن از طرف خوانندگان نشانگر آن بودند که خوانندگان در روحیه وطن‌دوستی تربیت می‌یابند.
چوربینی تنتنوی رو ناظر شعبه معارف مرزوی و پروینه جنبست نموده برای تشکیل کردن چنین اقدام و ماموریت مؤسسه اظهار سپاس نمود. گزارش فریزا و دلزاده طلب شد ترشف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3. سالگی شعری زندیات استاد لایق شیرعلی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 شهر پنجکنت چوربینی تحت عنوان من دوامی رزواری رفتگانم جاری گزارنده شد. گزارش خبرنگاران ما در همین باره تهیه شده است. 80 سالگی شاعری شهر لایق شیرعلی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 خاطرمان تجلیل گردید. تشکیل کننده این تدبیر آموزگاری جوان صبرینه اکرم و خوانندگان را راهنمون ساخته است و آنها از اشعار این شاعر زنده‌یاد شعر و غزل‌ها را از خود نمایند. برابر آغاز چوربینی گروه خوانندگان صنف 5 در نزد عکس لایق گلدسته‌ها گذاشتند که این یک نشانی احترام و صداقت با شاعری بود که در دل خلق جای گرفته است. آموزگاری ورزیده و سابقه دار باخون و چوربینی ادبی من دوامی روزگاری رفتگانم را آغاز نمود. بهاری من بهاری عاشقی بود. دلم در زندگی یک صادقی بود. از آن شدم که بعد از من بگویند زمان در زمین یک لایقی بود. درودی به پایان به همه شما عزیزان دل و دیده حاضرین گرامی قدر. همه شما را برای شرکت ورزیدن در این چوربینی خیر مقدم نوری دیده تاج سر می خونم. چنانه که به همگان معلوم است با ابتکار پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان سال 2021 را همچون جشنواره تاریخی یکی از شخصیت های بزرگ راوی ارمان خلق لایق شیرعلی 80 سالگی اعلام کردید. بزرگان را بزرگان زنده می دارند. بزرگان را بزرگانی دیگر پاینده می دارند. سپس خواننده صنف 5 احسانم دردانه ترجمه حال لایق شیرعلی را بیان کرد. لایق شیرعلی 20 مای سال 1941 در مزار شریف به دنیا آمده است. اول مکتب 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده است. خوانندگان در رفت چوربینی شعرها را از اشعار لایق شیرین زبان قرائت نمودند. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادر پیرم، بیا بین مای تدبیر که در گرداب تقدیرم دلم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاه گرم چشمان تو را امروز، دلم خواهد دعایت را. مادرم میگفت دایم وقتی خواب، خواب کن البته با پهلوی راست، آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و بازوی راست، تا نگیرم خونبهای جمله قربانیان را، تا نبخشم عمر آزاد همه زندانیان را، تا نیابم راه دلهای تمام زندگان را، تا نبردارم به دوشم دوشبار این زمان را. لایقا باور بکن تو لایق دنیا شدی، زین سبب با شعرهایت در دل ما جا شدی. من در این دنیا چی دنیا داشتم، عشق سوزان جان شیدا داشتم، بالیدم گرر ما لایق دوامی رونکی، پرشد هر یک طرف مثل کلامی رونکی. لایق شیرعلی این نام برای تمام مردم تاجیک و فارسی زبانان عالم شناس و عزیز است. گردش کلی نظم معاصر تاجیک با ما و فعالیت ادبی این سخنوری ممتاز سخت مربوط است.
پویت شعری شاعری بود که تشنگون سخن واقعا هر شعری نوش را به صبرانه منتظر بودند. بهار من بهار عاشقی بود، دلم در عشق یار صادقی بود، از آن شدم که بعد من بگویند زمان در زمین یک لایقی بود. صحنه‌چه به زوگی اتفاق نویسندگان شامل شوی لایق، رقص‌ها، سرودها بر متن شعرهای شاعر خیلی جالب بودند. در چهارابینی نمایندگان شعبه معارف حضور داشتند. برداشت خود را از این چهارابینی متخصصی مرکز دریافت و رشد استعدادها برنا اشیر و چنین ابراز داشت. چهارابینی بسیار به سطح بلند احترمان و سودمند گذشت. خوانندگان ما از اشعار استاد لایق شعرعلی شعرها قرائت کردند، نقش ها آفریدند، سرودها خواندند و بسیار معلوم شد که خوانندگان در این کنفرانس تیاری خوب دیدند. همزمان جانشین دیرکتری مؤسسه آید به تعلیم بهرانو و پروینا به سخن برآمده، برای تشکیل چهارابینی با معلمه جوان اکرم و عرض سپاس نمود. چهارابینی را آموزگار امیدبخش صبرینا اکرم و جنبس نموده، اظهار کرد که تا آن دمی که شعر دوستان هستند نامی لایق وردی زبان ها میموند. گزارش فیروزه عادل‌زاده، توشف طلبشو از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدهیم. با اقدام شروع سربازان اینترنشنالیست شهر پنجکن با مناسبت 76مین سالگرد روز خلابت در جنگ بزرگی وطنی جهت گرامی داشتی خاطره شهیدان وطن پولک آبادزنده برگزار کردید. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما عباس همرزاده و اسماعیل جان خلف. توجه نمایید. در دایره نقشه چهارابینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکن با مناسبت 76مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگی وطنی، یک سلسله چهارابینی های معرفتی، فرهنگی و ادبی جهت بزرگداشت اشتراکچیان و رادمردان وطن برگزار گردید. در دایره این چهارابینی ها از طرف شورای سربازان اینترنشنالیست شهری پنجکن کاروان پولک آبادزنده تأسیس داده شد. در پیشتاق نقلیات این کاروان عکس آخرین دو نفر اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی زیایف تاشتیمور و بوریف سعید که امسال به سن مبارک 100 قدم گذاشته نصب گردیده، همزمان در مرکز شهر پنجکن پیرامون این اقدام رئیس شورای سابقه داران جنگاوران بین الملل علی بای براتوف چنین اطلاع داد. همه معلوم امسال در روی جهان 70 سالگی غلبه بر گرمانی فاشیستی جشن گرفته شدند. همچنین ما جنگاوران اینترنشنالیستی از شهر پنجکن بخشیده با 70 سالگی این غلبه تمام پنجکنتیان تبریک میگیم و میخواهیم که دیگر جنگ نشود، همه مرغ آسمان ما صاف باشد. همزمان اشتراکچیان پولک آبادزنده درباره قهرمانی های بابایان و پدران شهرانمند سخن گفته، مردم دیار ما را با این غلبه بزرگ شاد باش گفتند. Уважаемые пенджикенцы, позвольте поздравить вас с наступающими майскими праздниками. Вам всем крепкого здоровья. Ветеранов войны и участников войны всех поздравляем с майскими праздниками. Всем здоровья крепкого, долголетия и семейного благополучия. Спасибо деду за победу. Хамитов, Корвони, Нахлиот, Тахти, Унвони, پولک آبادزنده از شهر پنجکن راه به سوی جماعت های دیهاتی سوجینه و استاد لایق.
در پایه یکی از شهیدان افغانستان کوجمراد ترانوف از جانب اشتراکچیان پاکی عوض‌زنده گلچنبرخا گذاشته شد. در مرسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 33 دهه نوآباد به مناسبت 76 سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی و حرکت پاک عوض‌زنده چاره‌بینی های گوناگون از جمله جمع‌آمد پرشکوه و برنامه های رنگارنگ ادبی و فرهنگی برگزار شد که ضمن آن ناطقان پیرامون قهرمانی و شجاعت بابایان و پدران شهرتمند ما سخن گفته حاضرین و کل مردم پنجکن را با این سنه مبارک تاریخی صمیمانه شاد باش گفتند. سپس کاروان پاک عوض‌زنده راه به سوی مرکز جماعت دیهاتی به نام استاد لایق گرفته در اینجا با پایه یکی از شهیدان جنگ افغانستان صاحب مقصدالله نیز گلچنبرها گذاشته شد و همین طب یاد شهیدان جنگ بزرگ وطنی و نبردهای افغانستان گرامی داشته شد. اینجا نیز در قلعه کافی فرهنگی جماعت دیپوتی بانومی مستان لوی شیرالی جماعت دیپوتی برگزار گردید. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاهی رئیس شهر افسرشاه دوستاده اشتراکچیان این چاره‌بینی ها را از نام رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق صمیمانه شاد باش گفت. من خواست همه شما را از نام رئیس شهر پنجکن محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر بخشیده به 76 سالگرد جنگ بزرگ وطنی پیروزی بر مقابل فاشیست تبریک و شاد باش میگویم و نخست میخواهم که به خاطر شهیدان زنده‌یاد نفرانی که برای دولت و ملت خدمت کردند یک دقیقه خاموشی اعلام کنیم. همین طور قربانی های ایدانه در پرتب تشکیل قربان پاک عوض‌زنده بار دیگر خاطره روزمردان وطن را گرامی داشت. هزاران نفر ساکنان شهر و دیهات پنجکن با عکس‌های بابای و پدران خود در این چاره‌بینی ها شرکت ورزیده خاطره آنها را گرامی داشتند. در کالج طبی به پیشواز ایدی غلبه با تشبسی آموزگاری پرتجربه براتون گلچهره چاره‌بینی ادبی بدیعی با زبان روسی خاطرمان برگزار کردید. توجه نمایید به گزارش دیگر خبرنگاران ما. دانشجویان سال اولی کالج طبی چاره‌بینی را رنگین گذراندند. آن با تصویر حیات آسایشته و آغاز جنگ بزرگ وطنی در صحنه آغاز یافت. برگی سبه سنو، اوبی ورگا، защити свою родину. Счастливого пути! Возвращайся с победой! Мы с детьми будем ждать тебя. Вернись с победой. Береги себя. Я обязательно вернусь с победой. Я буду ждать тебя и всегда буду любить тебя. Поскорее возвращайся с победой. Жди меня. Я вернусь, только хочешь. Ҳамзамон дар рафти чорабини хонандагон порчаҳои шеъри, сурудҳои ҷангиро пешкаш намуданд. Война жесточе нету слова. Война печальнее нету слова. Война святее нету слова. В тоске и слова этих лет. В 41-м памятном году из гнезда фашистского Берлина всей земле, всем людям на беду ринулась фашистская лавина. Ты прости, что письмо я пишу, торопясь, отрываясь небреженно. Я пишу, как мальчишка дневник и как штурман журнал. Ты не знаешь, мой друг, что такое война. Это не вовсе не дивное поле сражения, это даже не смерть, а отвага.
Она в каждом капле находит свое отражение. Сороковые роковые, свинцовые проховые, война гуляет по России, а мы такие молодые. Омизгори пуртаҷриба барот ва гулчеҳра кӯшида аст донишҷӯёни соли аввал барномаи таълимиро аз фани забони русӣ хуб аз худ намоянд. Баромади хонандагон дар ин чорабинӣ далели ин гуфтаҳост. Дар фарҷоми чорабинӣ декани коллеҷи тиббӣ Умеда Боқиева, омезгорон Расулова ва Назаров ба сухан баромада, бо 76-умин солгарди Иди Ғалаба омезгорону хонандагонро шодбош гуфтанд ва қайд карданд ки солҳо сипарӣ гарданд ҳам хотираи ҷанг, диловариҳои фарзандони фарзонаву ҷонспори ватан дар ёдҳо боқӣ хоҳад монд. Тамошакони громи Ҳоловишак ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. Низомномаи озмуни ҷумҳуриявии маданияти андозсупорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа. Муқаррароти умумӣ. Озмуни ҷумҳуриявии маданияти андозсупорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташвиқу тарғиби муқаррароти қонунгузории андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин ҳавасманд намудан ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани фарҳанги андози насли наврас, донишҷӯён, шаҳрвандон ва соҳибкорон гузаронида мешавад. Тартиб ва шартҳои гузарондани озмун. Озмун зери сарпарастии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии редакцияи рӯзномаи Боҷухироч дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо баргузор гардида. Дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон иштирок менамоянд. Озмун аз рӯи номинацияҳои зерин гузаронида мешавад. Номинацияи расми беҳтарин зери унвони андоз аз нигоҳи наврасон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. Номинацияи беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишҷӯёни таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон. Бо мақсади муайян намудани ғолибон дар номинацияҳои номбурда меъёрҳои зерин муқаррар карда мешавад. Барои муайян намудани расми беҳтарин, маҳорати тавассути тасвирҳо ва ангораҳо ифода намудани назари наврасон оид ба моҳияти андоз ва андозсупорӣ, зарурати пардохт намудани андозҳо ба буҷет, аҳамияти он дар ҳаёт ва рушди ҷомеа ва иқтисодиёти мамлакат. Барои муайян намудани беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, донистани унсурҳои андозбандӣ ва принсипҳои системаи андоз, донистани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои андозсупорандагон ва кормандони мақомоти андоз, масъулияти андозсупории шаҳрвандон оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои андоз, хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз, дигар муқаррароти қонунгузории андоз ва назари онҳо ба моҳияти андоз. Давраҳои баргузории озмун. Озмун дар се давр гузаронида мешавад. Даври якуми озмун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 15 июни соли 2021 баргузор мегардад. Шумораи иштирокчиёни даври якум маҳдуд набуда, дар он хонандагони иштирок мекунанд ки дар мавзӯъҳои моҳияти андоз ва андозсупорӣ, зарурати пардохт намудани андозҳо ба буҷет, аҳамияти он дар ҳаёт ва рушди ҷомеа ва иқтисодиёти мамлакат тасвирҳо ва ангораҳо, яъне макетҳо, пешниҳод менамоянд. Даври дуюми озмун дар марказҳои маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва барои ғолибони даври якуми шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ дар кумитаи андоз то 15 августи соли равон доир мегардад. Дар даври дуюми озмун танҳо ғолибони дар даври якум ҷои аввалро ишғол намуда иштирок менамоянд. Даври сеюм ниҳоӣ дар кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 октябри соли 2021 баргузор гардида озмун ҷамъбаст мешавад. Дар даври сеюм ҳамаи ғолибони дар даври дуюм ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол намуда иштирок менамоянд. Комиссияи тадорукот ва ҳайати ҳакамон.
متصدی برگزاری آزمون کمیسی تدارکات می باشد که هیئت آن با فرمایش رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان کمیته انداز وزارت های مالیه، معارف و علم، فرهنگ، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی و کمیته کار با جوانان و ورزش تصدیق کرده می شود. وکالت های کمیسی تدارکات، تشکیل و برگزار نمودن آزمون، نظارت برگزاری سری وقتی دورهای آزمون، نظارت انتخاب شفافی غالبان و رعایه مقررات نظامنامه آزمون. برای گذراندن دورهای یکم و دویمی آزمون، هیئت حکمان با سندهای دخلداری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی از حساب نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، ساختارهای محلی وزارتهای مالیه، معارف و علم، فرهنگ، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته انداز و کمیته کار با جوانان و ورزش تأسیس داده می شود. ترتیب بهاگذاری اشتراکچیان هیئت حکمان برای معین نمودن غالبان نامینیسی یکم رسم بهترین زیر عنوان انداز از نگاه نورسان رسم ها و انگاره ها را یعنی مکت ها را از نظر گذرانیده در ورقه های شکلی مقرر شده از یک تا ده خال بها گذاری می نمایند. هیئت حکمان برای معین نمودن غالبان نامینیسی بهترین داننده کدکس انداز جمهوری تاجیکستان اشتراکچیان را از روی سوالنامه های آماده شده پرسیش نموده در ورقه های شکلی مقرر شده از یک تا ده خال بها گذاری می نمایند. غالبان آزمون در هر دو نامینیسی و در همه دورها آن اشتراکچیان به حساب می روند که نسبت به دیگران خالی بیشتر را صاحب شدند. حجت ها اوید به جنبستی دورهای یکم و دویم با پروتکل ها به رسمیت درآورده شده با آنها هیئت حکمان امضا می گذارند. خلاصه هیئت حکمان در کمیسیه آزمون بررسی و تصدیق می شود. رویخط غالبان دوری سیوم نهایی در اساس پروتکل هیئت حکمان از جانب کمیسی تدارکات برای تصدیق به رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود. غالبان در هر یک دور، دوری یکم، دویم و سیوم، برای جای یکم 3 نفر غالبان، برای جای دویم 3 نفر غالبان و برای جای سیوم 3 نفر غالبان از روی خالها انتخاب کرده می شوند. از شهر و ناحیه های تابعه جمهوری در دوری سیوم یعنی نهایی در هر دو نامینیسی تنها غالبان جای یکم دوری دویم اشتراک می نمایند. هوسمند کنی و جایزه ها برای نامینیسی گروه یکم خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی غالبان دوری یکم و دویمی آزمون که جای های یکم، دویم و سیوم را اشغال نمودند 3 نفری برای هر یک جای با سپاسنامه های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تحفه های خاطروی مقامات انداز مکافاتانیده می شوند. غالبان دوری سیومی آزمون یعنی دوری نهایی با افتخار نامه تحفه های خاطروی کمیته انداز از جمله پلانشت و طبقچه خاطروی و مبلغ های پولی مکافاتانیده می شوند. مکافات های پولی برای جای یکم برای 3 نفر غالب برای هر یک غالب 5000 سومانی برای جای دویم برای 3 نفر برای هر یک غالب 3000 سومانی برای جای سیوم برای 3 نفر برای هر یک غالب 2000 سومانی برای نامینیسی گروه دویم دانشجویان تحصیلاتی ابتدایی میانه و عالی کسبی شهروندان و صاحب کاران غالبان دوره یکم و دویم که جای های یکم دویم و سیوم را اشغال نمودند با سپاسنامه های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تحفه های خاطروی مقامات انداز مکافاتانیده می شوند. غالبان دوری سیومی آزمون جمهوریوی یعنی دوری نهایی با افتخار نامه تحفه های خاطروی کمیته انداز نوتبوک و طبقچه خاطروی و مبلغ های پولی مکافاتانیده می شوند. مکافات های پولی برای جای یکم برای 3 نفر برای هر یک غالب 10000 سومانی برای جای دویم برای 3 نفر برای هر یک غالب 7000 سومانی برای جای سیوم برای 3 نفر برای هر یک غالب 5000 سومانی مقررات ختموی نتیجه های آزمون در سامانه کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هفته نامه های باج و خراج و دیگر واسطه های اخبار عامه محلی و جمهوریوی نشر و پخش کرده می شوند. نظارت دوری یکم و دویم به ذمه هیئت حکمان آزمون و مقامات حدودی انداز از روی موقع برگزاری آزمون واگذار می گردد. نظارت گذراندن آزمون از جانب کمیسی تدارکات عملی می گردد.
Фармони сардори раёсати маорифи вилояти Суғд дар бораи баргузории озмуни маданияти андозпорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа. Дар асоси мактуби кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали соли 2021 ба унвони раиси вилояти Суғд ва низомномаи озмуни маданияти андозпорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа бо мақсади тарғиби қонунгузории андоз, ҳавасманд намудан ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани фарҳанги андози насли наврас, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои омӯхтани муқаррароти кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон фармоиш медиҳам. Низомномаи озмуни маданияти андозсупорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа, ки бо фармоиши раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали соли 2021 таҳти рақами 100 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта шавад. Давраҳои якуми озмун шаҳри Юноҳиявӣ аз рӯи номинатсияи расми беҳтарин зери унвони андоз аз нигоҳи наврасон озмун то 15 июни соли 2021 даври дуюм вилоятӣ то 15 августи соли 2021 гузаронида шавад. Сардорони раёсат ва мудирони шӯъбаҳои маориф дар якҷоягӣ бо сардорони нозироти андози шаҳру ноҳияҳо даври дуюми озмуни мазкурро ташкил намуда, аз натиҷаи он то санаи 18 августи соли 2021 ба кумитаи тадорукоти вилоятӣ маълумотнома, рӯйхати ғолибон ва маводҳои заруриро пешниҳод намоянд. Муовини сардори раёсати маорифи вилоят Раҳматов дар ҳамкорӣ бо кумитаи тадорукоти даври вилоятии озмун муҳлат ҷои баргузории даври вилоятии озмунро аз рӯи шарти расми беҳтарин зери унвони андоз аз нигоҳи наврасон пешниҳод намояд. Рӯйхати ғолибони ҷои якуми озмунро аз шаҳру ноҳияҳо қабул намуда барои иштироки онҳо дар даври вилоятии озмун чораҷӯӣ намояд. Барои шаффоф ва воқеъбинона доир гардидани озмун чораҷӯӣ намояд. Дар мувофиқа бо кумитаи тадорукот ва раёсати андоз дар вилояти Суғд, масъалаи ҳавасмандии ғолибони номинатсияи расми беҳтарин зери унвони андоз аз нигоҳи наврасонро пешбинӣ намояд. Натиҷаҳои озмунро тибқи низомнома то 25 июни соли 2021 ҷамъбаст намуда, дар ҳамкорӣ бо масъулини раёсати андоз дар вилояти Суғд маълумотнома, рӯйхати ғолибон ва маводҳоро ба кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. Ба сармуҳаррири рӯзномаи вилоятии маорифи Суғд Аминов: «Эълон доир ба баргузории озмуни маданияти андозсупорӣ баҳои бофарҳангии ҷомеа хабару маводҳоро аз рафт ва натиҷаи озмуни мазкур мунтазам нашр намояд». Назорати рафти иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи Каримзода Осим гузошта шавад. Сардори раёсати маорифи вилояти Суғд. Ҳамдиёрони азиз, имрӯзҳо омодагӣ барои сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳот идома дорад. Ба ин хотир, дар саросари ҷумҳурӣ корҳои созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ идома доранд. Аз ҳамватанони азиз эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки дар ин раванди ватандӯстона бетараф набошем ва бо истифода аз фурсати мувофиқ, хоса рӯзҳои шанбе ва якшанбе, барои ободию тозагии маҳалли зист, аз ҷумла хонаҳои истиқоматӣ, тадбирҳо андешанд ва бо ҳамин бори дигар исбот созанд, ки шаҳри мо хонаи мост. Бинадамани гирамӣ, дар инҷо барномаи итлоотии пайғом ба поён мерасад. Дар ин рӯзҳои истироҳати барбеҳарики шумо истироҳати хушу бо фароғатро хоҳонед. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед.